صدایی که شنیدی از یه جای دور میاد، یه جای خیلی دور، فراتر از زهره، مریخ، حتی فراتر از کمربند سیارکا. اونجا قمری کوچیک دور یه قول عظیم میچرخه، سطحش یخه، ساکته، بی حرکته. اما زیر اون یخ چی پنهونه؟ ناسا دهه هاست که دنبالش میگرده و حالا با قدرتمندترین چشمی که بشر تا حالا ساخته یه سری چیزهایی دیده شده. این داستان اروپاست و قراره با هم همه چی رو تیکه تیکه بشکافیم. یه شب سرد زمستونی سال 1610 یه مرد ایتالیایی نشسته بود پشت تلسکوپ دست سازش و به آسمون خیره شده بود. اسمش گالیله بود، کسی که نه فقط ستاره ها رو نگاه میکرد بلکه میخواست حقیقت رو از دل تاریکی بیرون بکشه. گالیله تازه یه نوع تلسکوپ طراحی کرده بود که میتونست نسبت به هر ابزار دیگه ای تو اون زمان خیلی دورتر رو ببینه و اون شب تصمیم گرفت اون رو به سمت مشتری بگیره. اون چیزی که دید هیچ شباهتی به چیزی که انتظار داشت نداشت. سه نقطه نورانی کنار مشتری. اولش فکر کرد ستارن، ولی شب بعد وقتی دوباره نگاه کرد دید که جاشون عوض شده. تعدادشون هم 4 تا شده بود. یه هفته کامل رو با دقت رصد کرد. شب به شب جاهاشون عوض می شد، مثل اینکه دور مشتری دارن می چرخن. اون لحظه بود که گالیله فهمید دنیا عوض شده. اینا قمرایی بودن که به جای زمین داشتن دور یه سیاره دیگه می چرخیدن. یعنی زمین مرکز همه چیز نیست. تا اون موقع کلیسا و باور عمومی فکر می کردن همه چیز دور زمین می گرده. ولی حالا یه آدم با یه تلسکوپ ساده داشت نشون می داد که حقیقت ممکنه چیز دیگه ای باشه. اون 4 تا قمر بعدها به اسم قمرهای گالیله شناخته شدن. آیو، گانیمد، کالیستو و البته مرموزترینشون، اروپا. اروپا یه توپ کوچولوی یخیه که اون موقع کسی فکر نمی‌کرد چیزی بیشتر از یه تیکه سنگ باشه، اما حالا قرن‌ها بعد تبدیل شده به یکی از امیدوارکننده‌ترین جاهایی که ممکنه توش حیات فرازمینی وجود داشته باشه. بیش از 350 سال گذشت. گالیله فقط 4 نقطه نورانی دیده بود و بعدش همه چیز در حد حدس و گمان مونده بود. ولی حالا قرن 20 بود و انسان تصمیم گرفته بود از زمین جدا بشه و خودش بره سراغ اون نقطه. سال 1977 ناسا 2 فضاپیما فرستاد که هدفشون فقط یکی نبود، بلکه منظومه شمسی بود. وایجر 1 و وایجر 2 راه افتادن تا از مشتری، زحل و حتی سیارات دورتر عبور کنن. سال 1979 لحظه ای رسید که تاریخ علم را عوض کرد. وایجرها از کنار مشتری و قمرهاش رد شدند و بالاخره برای اولین بار بشر تونست از نزدیک اروپا رو ببینه. وقتی عکس‌ها به زمین رسیدن دانشمندان نمیتونستن باورش کنن. اروپا چیزی نبود که شبیه یه قمر مرده یا یه تیکه سنگ ساده باشه. سطحش یه دنیای عجیب و غریب بود، تقریبا کاملا سفید ولی پر از خطوط سیاه پیچ در پیچ. انگار سطحش با یک ابزار تیز خشدار شده بود، شبیه ترک هایی که روی شیشه یخ زده ایجاد میشن ولی توی یه مقیاس خیلی بزرگتر. اینا چی بودن؟ شکاف؟ گسل؟ رد برخورد؟ هیچ کس نمیدونست. اما یه چیز معلوم بود، اروپا زنده است. نه به معنی زیستی ولی به معنی زمین شناسی. یعنی پوسته سطحش در حال حرکته، خودشو ترمیم میکنه و این یعنی یه منبع انرژی از درونش بیرون میزنه. حتی جالبتر این بود که اروپا تقریبا هیچ دهانه برخوردی نداشت. یعنی یا سطحش خیلی جوونه یا داره خودشو بازسازی میکنه. اینجاست که یه نظریه عجیب ولی جذاب مطرح شد. زیر این پوسته یخی یه اقیانوس مایع وجود داره، یه دریای کامل از آب شور گرم شده توسط نیروهای جذرآمدی مشتری. این شکاف ها احتمالاً ترکایی هستن که یخ سطح اروپا از هم باز شده، مایع زیرش بالا اومده و بعد دوباره یخ زده. درست مثل یخهایی که روی دریاچه ترک میخورن ولی در مقیاس بزرگتر. اینا فقط حدس بودن چون وایجر ابزار کافی نداشت تا از زیر سطح عکس بگیره. اما همین حدس ها باعث شد نگاه دانشمندا به اروپا کاملا تغییر کنه تا فضاپیمای بعدی که اومد. اگر تا اینجای داستانو دوست داشتی لایک یادت نره. حالا بریم سراغ دهه 90 میلادی که ناسا یه تصمیم بزرگ گرفت. دیگه فقط عبور ساده از کنار مشتری کافی نبود. باید یه فضاپیما ساخته میشد که مدت زیادی دور مشتری بچرخه، از فاصله نزدیک قمرهاش رو بررسی کنه و بتونه حجم عظیمی از داده ها رو بفرسته زمین. اینطوری بود که پروژه گالیله شکل گرفت.
با افتخار به اسم همون دانشمند سرسختی که قرنها پیش اروپا را کشف کرده بود. گالیله در سال 1989 با شاتل فضایی آتلانتیس به فضا پرتاب شد، اما فقط چند ماه بعد یه مشکل اساسی رخ داد. آنتن پرسرعت اصلیش باز نشد. این یه فاجعه تکنولوژیکی بود، چون بدون اون آنتن گالیله نمیتونست اونطور که طراحی شده بود اطلاعات رو ارسال کنه. تیم ناسا ماها تلاش کرد تا شاید اون آنتن رو بتونه باز کنه. حتی دست به مانورهای عجیبی زد ولی هیچ کدوم جواب نداد. در نهایت مجبور شدن از آنتن کم سرعت اضطراری استفاده کنن. مثل اینه که به جای اینکه از فیبر نوری داده ها رو بفرسته، حالا باید با سرعت دایلاب کار میکنه. ولی اینجا بود که نبوغ انسانی خودش رو نشون داد. مهندسا روش‌های فشرده‌سازی داده‌ها رو باز طراحی کردن، الگوریتم نوشتن تا بتونن با همین سرعت کم حد اکثر داده رو انتقال بدن. و در سال 1995 فضاپیمای گالیله وارد مشتری شد. با تأخیر، با مشکل، ولی هنوز آماده کشف. در طول سال‌های بعد گالیله بارها از نزدیکی اروپا عبور کرد. هر عبور با دقت برنامه‌ریزی شده بود تا بهترین زاویه برای عکاسی، سنجش مغناطیسی و جمع‌آوری داده‌ها به دست بیاد. نتایج فراتر از تصور. تصاویر جدید ترک‌هایی رو نشون می‌دادن که خیلی منظم‌تر و ساختاریافته‌تر از اون چیزی بودن که وویجر دیده بود. بعضی از این شکاف‌ها صدها کیلومتر طول داشتن ولی فقط چند کیلومتر عرض. انگار صفحه‌های یخی روی سطح اروپا حرکت می‌کنن، از هم جدا می‌شن، دوباره به هم می‌چسبن، درست مثل تکتونیک صفحه‌ای ولی با یخ به جای سنگ. در برخی از تصاویر تکه‌ای از یخ دیده میشن که از جاشون بلند شده بودن، چرخیده بودن و دوباره منجمد شده بودن. و همچین پدیده‌ای میگن شکست‌های چرخشی و یه نشونه قوی دیگه بود که زیر این یخ‌ها چیزی داره حرکت میکنه، مثل یه اقیانوس. ولی شاید هیجان انگیزترین کشف گالیله مربوط به اندازه‌گیری میدان مغناطیسی اروپا بود. گالیله سنسورهایی داشت که میتونستن تغییرات میدان مغناطیسی اطراف مشتری و قمرهاش رو ثبت کنن. وقتی از کنار اروپا رد شد، یه تغییر خاصی توی میدان مغناطیسی ثبت شد که قابل توضیح نبود. مگه اینکه درون اروپا یه لایه رسانا وجود داشته باشه؟ چی میتونه باشه؟ آب شور، آب نمکی، درست مثل آب دریا میتونه الکترون‌ها رو جابجا کنه و میدان مغناطیسی رو تغییر بده. این یکی از قوی‌ترین مدارک برای وجود یه اقیانوس زیرزمینی توی اروپاست. علاوه بر این، گالیله تونست ضخامت تقریبی پوسته یخی رو تخمین بزنه. چیزی بین 10 تا 30 کیلومتر یخ و زیر شاید تا 100 کیلومتر عمق آب مایع. هرچی داده ها بیشتر می شد، تصویر اروپا کامل تر می شد. از یه قمر ساده و سفید تبدیل شد به یه دنیای احتمالی، جایی که با وجود سرما و یخ قلبی گرم از آب زیر سطحی داره می تپه. اگر فکر میکنی اقیانوسای اروپا شبیه اقیانوسای خودمونن، باید بگم نه دقیقا. اول اینکه روی اروپا خبری از موج و باد و بارون نیست. اون سطح یخزده سخت مثل یه درپوش خیلی بزرگ کامل اقیانوس زیرش رو پوشونده. هیچ نوری نمیرسه اون زیر، هیچ موجی نمیزنه، هیچ صدایی نیست. یه دنیای تاریک، سرد و عمیق. اما با وجود این سکوت ظاهری، اون پایین ممکنه همه چی در حال جوش و خروش باشه. چرا؟ چون گرمای داخلی و نیروهای جذرآمدی مشتری آب رو در حرکت نگه می‌دارن، درست مثل چاه آبی که تو تاریکی داره قلقل می‌کنه، فقط در مقیاس یک قمر فضایی. نکته عجیب‌تر اینه که با اینکه خود اروپا از ماه ما هم کوچیک‌تره، ولی احتمالاً اقیانوس زیر سطحش بیشتر از مجموع آب تمام اقیانوس‌های زمینه. تصور کن یه توپ یخی کوچولو ولی با دلی پر از آب. اگه فکر کردی زمین خواسترین دنیای آبیه، باید این قمر رو دوباره نگاه کنی. اما گفتم گرمای داخلی چجوری میشه؟ چطور ممکنه تو یه قمر یخی، اونم اینقدر دور از خورشید، آب مایع وجود داشته باشه؟ اینجا دیگه جادوی گرانش وارد میشه و البته یکم فیزیک. قمر اروپا مثل یه توپ کوچولو دور مشتری میچرخه، اما داستان ساده نیست، چون مشتری یه قوله گازی خیلی بزرگه با قدرت گرانشی فوق‌العاده. وقتی اروپا داره به مشتری نزدیک‌تر میشه، کشش گرانشی مشتری بدن اروپا رو کمی میکشه. وقتی دورتر میشه، این کشش کمتر میشه. این فشار و کشش دائمی باعث میشه داخل اروپا مدام فشرده و کشیده بشه، درست مثل اینکه یه توپ پلاستیکی رو
مدام فشار بدی و ول کنی. و حالا نکته مهم، این فشار و کشش مداوم باعث ایجاد اصطکاک داخلی میشه، یعنی گرما. به این پدیده میگن گرمایش جذرمدی، گرمایی که اونقدر زیاده که میتونه یخ رو از داخل ذوب کنه و یه اقیانوس مایع زیر سطحش به وجود بیاره. و این فقط مال اروپا نیست، بقیه قمرهای گالیلئی مثل آیو، گانیمد، کالیستو هم همین کشش رو تجربه میکنن. پس حالا فهمیدیم چرا یه همچین اقیانوسی میتونه در دل اروپا وجود داشته باشه. اما مأموریت گالیله چی شد؟ بعد از نزدیک به 8 سال گردش مداوم به دور مشتری، فضاپیمای گالیله به پایان راه خودش رسید. مأموریتی که با نقص آنتن شروع شده بود، با انبوهی از داده‌های علمی و کشف‌های دیوانه کننده تموم شد. ولی ناسا باید یه تصمیم سخت می‌گرفت. آیا بذاریم گالیله همین جوری تو مدار بمونه یا یه پایان براش درست کنیم؟ چون اروپا یه گزینه بالقوه برای وجود حیات بود، دانشمندان نمی‌خواستن ریسک کنن که یه فضاپیمای قدیمی و آلوده با اون برخورد کنه و شاید باکتری‌های زمینی به اون دنیا منتقل بشن. برای همین سال 2003 تصمیم گرفتن گالیله رو به شکل کنترل شده وارد جو مشتری کنن. اون با سرعت بالا وارد لایه‌های ضخیم جو شد و درست تو قلب اون قوله گازی برای همیشه از بین رفت. اما این پایان شروع یه فصل جدید تو کشف اروپا بود. ابزار بعدی ما برای کشف این قمر مرموز اصلاً یه فضاپیما نبود، بلکه یه تلسکوپ فضایی تو مدار زمین بود که اسمش برای همه آشناست: هابل. هابل با اینکه تو فاصله خیلی زیادی از مشتری بود، ولی به خاطر قدرت اپتیکی عجیبش تونست چیزایی ببینه که فضاپیماها هم از نزدیک نتونسته بودن. یکی از جذابترین مشاهدات هابل مربوط به خود مشتری بود. لکه سرخ بزرگ، اون طوفان عظیم که قرنهاست دیده میشه، کم کم داشت کوچیک‌تر میشد. هابل نشون داد که این طوفان دیگه اون قوله عظیم سابق نیست و سال به سال داره کوچیک‌تر میشه. چرا؟ هنوز جواب قطعی نداریم، ولی این تغییرات نشون میده که حتی داخل سیاره‌ای به اون عظمت هیچ چیز ثابت نیست. اما کشفی که توجه همه اخترشناسا رو جلب کرد چیزی بود که روی سطح اروپا اتفاق افتاد. در سال 2012 داده‌های هابل یه چیز عجیب نشون دادن. تصاویری ثبت شده بودن که به نظر می‌رسید از سطح اروپا ستون‌هایی از بخار آب به فضا فوران می‌کنن. در ابتدا شک وجود داشت آیا اینا خطای نوری هستن یا شاید واقعی. اما وقتی تو سال‌های بعد دوباره همین فوران‌ها تو لحظات خاصی دیده شدن، دیگه شکی باقی نمی‌موند. اروپا، این توپ یخی خاموش، داشت از درونش بخار آب به بیرون پرتاب می‌کرد، دقیقاً مثل قمر انسلادوس در زحل. این فوران‌ها نشون میدن که فشار از زیر سطح داره وارد میشه، یعنی یه منبع فعال از انرژی وجود داره. و همه اینها رو با هابل و دیگر فضاپیماها کشف کردیم. البته که این اولشه، چون ابزار بعدی ما قراره با جزئیاتی فراتر از تصور به این داستان ادامه بده. اسمشو خوب میدونی، جیمز وب. یکی از بزرگترین جهش‌های علمی اخیر پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب بود. بعد از پرتاب در سال 2021 این تلسکوپ فوق پیشرفته با توانایی‌های فروسرخ بالا وارد مدار شد و تونست دیدی فراتر از هر ابزاری که تا حالا داشتیم ارائه بده. حالا مشتری و حلقه‌هاش هم زیر ذره‌بین جیمز وب قرار گرفتن. با دید فروسرخ، جیمز وب تونست جزئیات حلقه‌های نازک و ضعیف مشتری رو آشکار کنه که تا حالا از زمین یا برخی فضاپیماها قابل دید نبودن. این حلقه‌ها خیلی کم نور و در این حال پنهان هستن، اما فروسرخ جیمز وب گرمای ضعیف ذرات یخی و گرد و غبار داخل حلقه ها رو تونست تشخیص بده. این یعنی ما تونستیم جنس حلقه ها، توزیعشون و حتی جزئیاتی مثل اندازه ذرات رو بفهمیم. همچنین جیمز وب کمک کرد تا بررسی کنیم تعامل بین حلقه ها و میدان مغناطیسی مشتری چجوریه و چطور این ساختار ظریف تحت تاثیر بادهای خورشیدی و تابش‌های شدید قرار می‌گیره. همه اینها به ما تصویر عمیق‌تری از پویانمایی محیط پیرامون مشتری داد. وقتی تلسکوپ فضایی جیمز وب اروپا رو هدف گرفت، همه منتظر بودن تا یه چیز خاص رو ببینه. همون فواره‌های بخار آب که قبلا با تلسکوپ هابل دیده شده بودن. همونایی که از سطح یخزده اروپا به سمت فضا شلیک میشن و نشونه‌هایی از اقیانوس زیر اون یخ‌ها هستن. ولی جیمز وب با اینکه دیده خیلی قوی‌تری داشت، هیچی ندید. نه بخاری، نه فورانی، نه ذره‌ای آب در هوا، هیچی. یعنی فورانا اشتباه بودن؟ نه.
موضوع اینه که اون فواره‌ها احتمالاً خیلی کوتاه مدت و گذرا هستن، یعنی ممکنه فقط بعضی وقتا خیلی سریع برای چند ساعت اتفاق بیفتن و وقتی جیمز وب در حال رصد بود اون فوران‌ها اتفاق نیفتاده. اما حالا برسیم به چیزی خیلی هیجان انگیزتر. جیمز وب یه منطقه خاص از سطح اروپا رو بررسی کرد و اونجا یه نشونه واضح پیدا شد. کربن دی اکسید، همون گازی که ما روی زمین با نفس کشیدن تولید می‌کنیم. این گاز از کجا اومده بود؟ از بیرون اروپا؟ شهاب سنگ؟ نه. بررسی دقیق نشون داد که منشأش احتمالاً از درون اروپا است، از همون اقیانوس زیر یخ‌ها. یعنی این گاز از زیر سد، از اعماق بالا اومده و روی یخ‌ها نشسته. و این موضوع یه چیز خیلی مهم رو نشون میده. داخل اروپا نه تنها آب هست، بلکه کربن هم هست. این خیلی مهمه. کربن یکی از مواد اصلی برای پیدایش حیات به حساب میاد. تمام موجودات زنده‌ای که ما میشناسیم از ترکیبات کربنی ساخته شدن. حالا یه لحظه تصور کن یه دنیای یخی دور از خورشید که زیر سطحش هم آب داره، هم گرما هم کربن، یعنی سه عنصر مهم برای شکل‌گیری حیات اونجا کنار همه. یادتون نره ما بدون این که حتی حفاری کنیم یا دستگاهی رو به سطح برسونیم تونستیم از بیرون بفهمیم که تو دل اروپا چه خبره. اما ناسا به این اکتفا نمی کنه و قراره بره اونجا دوباره. وقتشه یه مأموریت مستقیم و بسیار جدی وارد ماجرا بشه، مأموریت اروپا کلیپر، بزرگترین امید بشر برای کشف رمز و راز یکی از جذابترین مکانهای منظومه شمسی. این بار هدف فقط نگاه کردن نیست. اروپا کلیپر طراحی شده تا بارها از نزدیکی سطح اروپا عبور کنه در فاصله های بسیار کم، بعضی عبورها حتی زیر 30 کیلومتر. مهمترین ابزارهایی که داره دوربین‌های بسیار دقیق برای گرفتن عکس‌هایی با کیفیت بی‌سابقه از سطح، تیف‌سنج‌ها برای شناسایی ترکیبات شیمیایی روی یخ‌ها، رادار نفوذی که می‌تونه تا عمق یخ نفوذ کنه و ساختار داخلی قمر رو بررسی کنه، و آشکارساز ذرات که می‌تونه بخارهایی که از سطح بیرون میان رو مستقیم بررسی کنه. و از همه مهمتر، این فضاپیما می‌تونه فوران‌هایی که احتمالاً از اقیانوس زیرسطحی میان رو در لحظه عبور از داخلشون بررسی کنه، یعنی بدون حفاری مستقیم از بین این فوران‌ها عبور کنه و اونها رو مورد بررسی قرار بده. داستان اروپا اینجا تموم نمیشه. تلسکوپ جیمز وب هنوز هر روز داده‌های تازه‌تری از گوشه گوشه منظومه شمسی میفرسته. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببین.